درود فروان خدمت دوستان عزیز، امروز سه‌شنبه 15 تیر ماه هستش و با بررسی بازار در خدمت شما عزیزان هستم. همونجور که مشاهده میکنید امروز کندل سبز بسیار خوبی را روی شاخص کل داشتیم. شاخص کل ارسوام خدمتون که تقریبا میشه گفتش از اینجا که یک حرکت صعودی خوب را شروع کرده، یعنی اینجایی که روی نمودار ایشیموکو مشاهده میکنید این آبی و قرمز همدیگر قطع کردن، آبی به سمت بالا حرکت کرد که خب بالای قرمز اومد و اینجا هم که حرکت خیلی خوبی را داریم. ابر کومو رو خوشبختانه به خوبی رد کرده و الان داره به سمت مقاومت اولی که براش مشخص کردیم، یعنی 1,000,000 حدودای 1,300,000 به خوبی حرکت میکنه. یعنی انتظار داریم که در 1,300,000 شاید یک مقدار روند کند بشه و یا شاید یک اصلاح داشته باشیم. چیز مهمی نیست به خاطر اینکه این رفتار کاملا طبیعی هستش، ولی فعلا از نظر اندیکاتوری ما رفتار صعودی را داریم میبینیم و همینجور که مشاهده میکنید قسمت سبز رنگ ابر کومو هم پدیدار شده، قیمت هم که بالای ابر افتاده و غیر از این قضیه همونجور که مشاهده میکنی RSI هم توی ناحیه مناسبی به سمت بالا داره حرکت میکنه. مومنتوم با زاویه خوبی بالا اومده بود، یکی دو روزی اینجا اومد پایین، یعنی چهارشنبه سر مومنتوم اومد پایین، ولی همونجور که الان اینجا مشاهده میکنی مجدد مومنتوم هم وضعیت بسیار خوبی را دو روزیه که گرفته. خب روی اندیکاتورهای دیگه ما فعلا همه چیز رو خوب میبینیم. روی آرون، رفتار آرون هم بسیار رفتار خوبی هستش، خط نارنجی بالا اومده، خط آبی پایین اومده و ارسلان خدمتون اینها هم وقتی که توی همون تاریخ یعنی 22/3 همدیگر رو قطع کردن و نارنجی اومده سمت بالا، خوشبختانه بالا مونده، یعنی حرکتی که میشه گفتش از نیمه خرداد شروع شده روی شاخص کل بعد از نتایج انتخابات هم شدت بیشتری به خودش گرفته و خوشبختانه رفتار فعلا خیلی خوب هستش و چیز خاصی که مشکل ساز باشه فعلا از نظر نموداری اندیکاتوری علات خدمت رو ارزو کنم ما نمی بینیم. تنها موردی که وجود داره همون مقاومت 1,300,000 هستش که خب مقاومت خیلی قوی هم نیستش. دوستان یادتون باشه وقتی که حرکت اینجا شروع شده بود ما گفتیم که یه مقاومت روی لبه ابر داریم که اونجا گفتم ما اونو رد میکنیم و دقیقا همون اتفاق افتاد، بدون هیچ مشکلی ما مقاومت لبه ابر رو خوشبختانه تونستیم رد بکنیم. تا همین مقاومتی که دفعه قبلی اگه اینجا نگاه بکنیم بهش گیر کرده بود یک بار و برگشته و پایین، این بار به راحتی رد شد. حالا این مقاومت ببینید اینجا هستش، یک بار به این رسیده و اصلاح کرده، احتمال داره که یک مقدار این مقاومت یکی دو روزی ما رو اذیتمون بکنه، احتمال داره دیگه. حالا همه چیز به شرایط بستگی داره، اگه شرایط مثل امروز باشه اینقدر کندل با قدرت باشه و بالاخره حالا بقیه آمار رو میبینیم آمار به این خوبی باشه به راحتی رد میکنه، ولی خب اگر که فردا مثلا یه دونه مثبت بخوره تا اینجا بیاد احتمال داره که هفته آینده یک دو روزی اینجا اذیت بکنه و بعدا این رو اگر رد کرد میریم برای 1,500,000، یعنی مقاومت بعدی میاد اینجا و خوشبختانه دیگه مقاومت چندان مهمی نداریم. این مقاومت هم خیلی شدید نیست، یعنی اگر روند همینجور باشه قطعا ردش میکنیم، خیلی جایی نگرانی نداره، ولی فعلا روی اندیکاتور مشاهده میشه. از طرفی شاخص کل هموست هم امروز کندل سبز خیلی خوبی را از خودش به جا گذاشت، همونجور که پیش بینی میشد و خب دو سه روز پیش خدمتون گفتم که خط آبی و قرمز هم دیگر قطع کردن، آبی به سمت بالا حرکت کرده و
انتظار داریم که شخص کل هموز هم همون رفتار شخص کل رو انشاءالله داشته باشه و بتونه به این محدوده ها، این محدوده بالای ابر کمو بیاد. دوستی برای ما نوشته بودن توی کامنت های دیروز، من داشتم میخوندم، داشتن که حالا با مقایسه که ما داشتیم، البته ما دو تا مقایسه داشتیم، یکی از مقایسه های ما مقایسه بود که توی سال 98 داشتیم و اعلام کردیم اونجا که توی سال 98 یه جایی که این آبی قرمز رو قطع کرده بود، ببینید یه بار اینجا بود آبی قرمز رو قطع کرده بود، یه بارم اینجا بود، یعنی سال 97 بود که این آبی قرمز رو قطع کرد و به سمت بالا حرکت کرد و خب بعدش این که چقدر حرکت خوب سعودی رو در هر دو مرتبه مشاهده کردیم. دوستان نوشته بودن که خب اون دو بار بالای ابر کومو بوده، حالا که زیر ابر هم دیگر رو قطع کردن، نمیتونیم توقعی یک همچین رفتاری را داشته باشیم. خب در حالی که ما میبینیم اینجا، دوستان اینجا توجه بکنید، اینجا یک بار زیر ابر این اتفاق افتاده و توی این ناحیه، یعنی توی آذر ماه امسال، وقتی که این آبی و قرمز همدیگر رو قطع کردن زیر ابر بودیم و اگه بعدش رو مشاهده بکنین به رفتار حداقل دو هفته بعد قیمت نگاه بکنید، موفق شد که راحتی ابر رو کمر بشکونه بیاد بالای ابر. یعنی الان ما حداقل یه همچین الگویی رو انتظار داریم، حداقل، یعنی که بتونه خودش رو تا اینجاها بکشونه. البته شرایط در آذر ماه امسال شرایط به اصطلاح مطلوبی بعدش نبود، یعنی شرایط کل بورس مطلوب نبود، علت چنین بود که خب اطمینان مردم از بین رفته، مجدداً اون بحث دستوری شدن قیمت فولاد پیش اومد، رئیس بورس عوض شد، دامنه نوسان ها دستکاری شد، یه سری از این اتفاقات مجدد افتاد که خب ما فرض را سوای اینها میذاریم. حالا غیر از این، شما اگه نگاه بکنید اینجا، یعنی تو سال 97 هم وقتی که این آبی و قرمز همدیگر را قطع میکنن، اتفاقا اینجا هم نگاه بکنید مدت کمی بوده اومده بوده زیر ابر و بعدا اینجا از زیر ابر مجدد خوش رو میکشه بالا. البته خب اینجا ابرش کوچیک بوده، یعنی مدت خیلی کمی، این حالا نمیشه خیلی ابر در نظر گرفت که زیر اومده، یعنی حداقل داخل ابر بگیریم بهتر، ولی منظور این که اگر بخواد سعودی بشه، این قطع شدن این آبی و قرمز خیلی قویه همیشه، یعنی وقتی که آبی قرمز رو قطع میکنه میره سمت بالا، این یک سیگنال خرید قوی داره میده به ما و بنابراین میتونیم همچین انتظاری داشته باشیم. البته خب میدونید که ما همیشه وقت داریم از نظر تکنیکالی اینا را بررسی میکنیم، 100% که نیست صحبتمون، که میگیم تا 70%، یعنی 70% انتظار ما اینه که این حداقل تا اینجا خودش رو بتونه بکشه، حداقل تا اینجا. چرا؟ چون دفعه قبل زیر ابر با همین شرایط خودش رو کشید تا اینجا. انتظار ما این هستش که خب با توجه به اینکه دولت جدید داره میاد، یک سری از نگرانی های مردم داره برطرف میشه، یک سری مسائل دیگه ای را در حال در اقتصاد کشور داشتیم، تورم بیشتری داشتیم، نقدینگی الان نسبت به آذر ماه باز افزایش قابل توجهی داشته، بعد از عید همه چیزها قیمتش افزایش پیدا کرده، این در مورد سهام هم داره صدق میکنه، همه این مسائل هستش. پس انتظار ما این هستش که بیشتر بیاد، یعنی تا اینجاها رو بیاد این بار انشاءالله، ولی خب حداقلش تا اینجا هستیه. پس بقیه اندیکاتورها هم میبینیم که رو شاخص هموزن هم خیلی خوبه، RSI الان در ناحیه خیلی خوبی قرار گرفته، یک حرکت به روی بالا رو داره نشون میده، مومنتوم که خیلی خوب تونست صفر را رد بکنه با زاویه خوب، امیدواریم این زاویه به همین صورت ادامه داشته باشه. وضعیت آرون هم که میبینید اینجا هم وضعیت خیلی خوبیه و اینجا 8-4 نارنجی آبی هم دیگر قطع کردن و توی آرون هم وضعیت خوبی داریم. از نظر مکدی هم هنوز این خط آبی و قرمز بالای خط افقی نیفتادن، ولی میله های ما افزایشی بوده، امروز هم باز بزرگتر شده، انتظار داریم که اینها به سمت بالا باز حرکتشون رو ادامه بدن، میله هم بزرگتر بشه و انشاءالله یک شرایط خوبی تو شاخص کل هموز داشته باشیم. فعلا که شواهد اندیکاتوری و همچنین رفتار مشتریان از نظر خرید داره این قضیه رو نشون میده، همینجور که توی این
تصویر هم حالا خدمتون نشون خواهم داد که با هم دیگه ببینید. بله ببینید امروز نسبت پول حقیقی چقدر نسبت پول حقوقی بیشتر بوده. میل و آتش خریداران حقیقی نسبت به خرید برخی از نمادها بیشتر شده، مخصوصا تو فلزات اساسی، شرکت‌های چند رشته‌ای، محصولات پتروشیمی از جمله و صندوق و قدیر و بانک و امید، فولاد، فولاژ، هرمز، فارس، نوری، شبتیس. می‌بینیم که حقیقی‌ها هنوز دارن پول وارد می‌کنن و حقوقی‌ها امروز توی بانک‌ها، بیمه‌ها، خدمات فنی مهندسی و خرده فروشی‌ها بیشتر تمرکزشون رو گذاشتن، ولی خب در هر حال همونجور که مشاهده میکنید رتبه اول و دوم و سوم رو حقیقی ها دست گرفتن امروز و خب این اتفاق خیلی خوبی هستش. فکر میکنم برای دومین روز متوالی هستش، یعنی که الانه تعداد سبز هامون روی نمودار هم بیشتره که اون رو هم با هم دیگه حالا خواهیم دید. امروز 440 میلیارد تومان فکر میکنم که ورودی پولی بوده که توسط حقیقی ها وارد شده. بله حقیقی ها امروز 440 میلیارد وارد کردن. همچنین مشاهده میکنین تمام شاخص ساس ها امروز مثبت. فارس، فولاد، فملی، شستا، پارسان و قدیر، شپنا، سبا، قسینو، ارفه، زوب و مهان، شراز و هرمز همه تأثیرات مثبت رو امروز در بورس گذاشتند و اصلا خدمتتون نمادهای و مدی و لکار، شستا، برکت، فملی، فولاد، شپنا، فتوسا، گدنا، کرمان، لطیف، چخزر، فرابورس، شگویا پرتراکنش‌ترین نمادهای امروز بودن. ببینید 199 نماد بیشتر از 3% امروز افزایش داشتن در برابر 124 نمادی که بیشتر از 3% کاهش داشتن و دومی روز متوالی هست. چنین چیز نداشتیم الانه. ما هفته قبل یک روز داشتیم که خب فرداش مجدد دوره صف فروشی‌ها یا قرمزها بیشتر شدند و شاید بهتون بگم بعد از چندین ماه الان این اتفاق داره امروز میفته. یعنی دیروز تعداد نمادهای مثبتمون بیشتر از منفی بود و امروز هم اتفاق داره میفته. صف خریدی‌هامون هم که نگاه میکنیم دوستان امروز باز بیشتر از صف فروشی‌ها شده و توجه بکنید به این نمودارها. 125 تا صف خریدی داشتیم در برابر صف فروشی هامون که تعدادشون خوشبختانه هر روز داره کمتر میشه. حدود 105 تا صف فروشی هم داریم و مهمتر از همه اینه که امروز در آستانه صف خریدمون رو ببینید. حدود 24-5 تا صف توی آستانه صف خرید بودن در برابر 4 نمادی که فقط در آستانه صف فروش قرار گرفته بودن و خب اینم خودش یک رکورد داره محسوب میشه. چندین ماه بود که ما همچین چیزایی را در بورس ندیده بودیم. شاید به خاطر این هستش که الان یک کمی هیجان‌تری با هیجان بیشتری من دارم این حرفا براتون میزنم، چون دیگه خودتون میدونید چند ماه بود می‌خواستم این چیزا رو بگم نمیشد. هر روز که میمدیم می‌دیدیم که خب باید صبر بیشتری داشته باشیم. خوشبختانه الان یکی دو روزی هستش که اوضاع خیلی بهتر شده و حرکت خوبی را تو شاخص هموزن دیدیم. امیدواریم روند ادامه داشته باشه. تو شکلم کاملا مشخصه، یعنی الان کامل مشخصه که تعداد سبزهای ما چقدر بیشتر از تعداد قرمزها شده. البته هنوز این مطلوب ما نیست، این رو من در خدمت شما عرض بکنم. به چه علتی؟ به خاطر اینکه از نظر من هنوز 100 و خورده‌ای سهمی که تو صف فروش هستن و صف فروش سنگین دارن تعدادشون کم زیاده، ولی اینها هم آب میشه. مطمئن باشید که گرمای تابستان امسال داره میزنه همه چیز رو آب میکنه و انشالله چند روز دیگه میایم میبینیم که این صف فروشیامون و قرمزامون، مخصوصا اونایی که خیلی وقت تو صف فروشن. ببینید حالا یه موقع هستش ما یه سهمی میاد تو صف فروش، یک روز، دو روز، سه روز میمونه تو صف فروش، مجدد بر میگرده، مشکلی وجود نداره. فرض کنید مثلا الان نماد برکت امروز فکر میکنم حدودای صف فروش هم رسید، صف فروش نشد ولی خب منفی شد، خب اشکال نداره به خاطر اینکه
یه روز دو روز مثلا منفی مجدد مثبت شه، ولی یه نمادهایی هستن دوستان، حالا چون خیلی هاتون اینا رو هنوز دارید میگید، میگید که خب پس چرا اینجوری نمادهای ما پس چرا راه نیفتاده، یه نمادهایی هستن میبینین اینا اینجا هست، هنوز وجود داره، اینا هنوز هستن دوستان، تعداد زیادی نماد هستن که اینها هنوز تکون نخوردن، یعنی که صفحه فروششون توی این دو سه هفته اخیری هم که بورس خوب بوده تغییر نکرده و مبلغ حجم مبلغی که بخواد واریز بشه تا صفحه فروش ها اینا جمع بشن بالای 1000 میلیارده، دیروزی موده 1500 میلیارد پول نیاز داشت که صفحه فروش ها کامل جمع بشه، اما این روند اگر ادامه دار باشه کم کم اتفاق میفته. چرا این اتفاق میفته؟ حالا علتش هم خدمتتون میگم. ببینید وقتی که ما یک برخی از این نمادهایی که اینجا میبینید سبز هستن چند روز متوالی سبز باشن، یعنی مثلا چند روز متوالی سبز باشه 20% قیمتش بیاد بالا، 25% 30% 20% قیمتش تغییر بکنه و بیاد بالا، یه عده‌ای هستن که توی این نمادها به سود خواهند رسید. حالا یه نفر این الان توی یک نمادی 50% ضرره، 20% هم بیاد بالا باز هم ایشون 30% ضرره. من حرفم با این شخص نیست اصلا، ولی اشخاصی افرادی هستند که فرضاً یک ماه پیش اومدن یک نمادی را خرید کردن و الان بعد از یک ماه این الانه این نماد بهشون 25% 30% سود داده. این افراد مد نظرمه، این افراد برای اینکه سیو سودشون انجام بشه و نگرانی از این دارن که مبادا دوباره مثلا الان چند تا مثبت خورده حالا مثلا چند تا منفی بخوره و سود ما بپره، اینها میان چیکار میکنن؟ با همون 20% میفروشن و بعدن میرن سراغ نمادهایی که داره یخشون آب میشه، یعنی یه چیزی رو نگاه میکنه میده یه نمادی هست اینجا مثلا توی این یک مثلا توی 7-8-10 ماه اخیر 60% منفی خورده، الانم تو صفحه فروش قفله، ولی هر روز صفحه فروشش یه ذره داره کمتر میشه، مثلا دیروز 10 میلیون بوده امروز 9 میلیون، فردا مثلا شد 7 میلیون، دو روز دیگه میشه 5 میلیون. این شخص وسوسه میشه دیگه، میگه خب این صفحه فروش اینو هر روز داره کم میشه، خوبم که منفی خورده، پس بذار این نوادم که الان یه ماه خریدم 30% مثبت خورده رو بفروشم، سیو سود کنم برم اونا بخرم. و بعدن این اتفاق که میفته کم کم یخ اونها هم دوستان باز میشه، یعنی نگران نباشید، ما دنبال این هستیم که همه نمادها بتونن خرید فروش بشن. این که ما نماد توی صفحه فروش داشته باشیم با توجه به اینکه خب دامنه نوسان محدود داریم چیز کاملا طبیعیه، ولی این که ما یه نمادمون 3-4-5 ماه روزهای متوالی در صفحه فروش قفل شده باشه، این غیر طبیعی و غیر عادیه. ما انشاءالله این 100 تا نمادی که الان داریم و این حالت غیر طبیعی را دارن اینها کارشان تمام شد، که خب الانه تعدادشون هم ببینید زیاده، الانه مثلا این نمادها ببینید 5 تا معامله بیشتر روش نشده، اینا نگاه کنین فرضاً مثل سخاف پلاس اینا چیزایی هستن که اینجوری شدن دیگه، فبیرا فسخوز کفراور تمارکه بالبر قدام کپشیر خپوش دشیری، ببین تمام اینایی که اینجا هستن که 4-5 تا معامله یا کمتر حتی بعضیا 0 یا 1 معامله داشتن، اینا این حالتیه که من خدمتتون دارم عرض میکنم. حالا اینایی که نه، این آخر کار نیا کنید 9000 تا امروز روش معامله شده، روی مثلا این 5300 تا شده، روی اینکه 3000 تا شده، تو این اینها مشکل نداره، الان داره تو صفحه فروش داره معامله میشه، چون مدت تو صفحه فروش مونده بودن الان یهو باز شده، یه عده‌ای دارن میفروشن و سعی میخوان نقد کنن، که اتفاقا کسایی که دارن ضرر خواهن که همینان. و این نمادهایی که اینجا قرار دارن به نظر من اینها بررسی بکنید، اگه کف کانال بودن اینها ارزش خرید رو دارن. و حالا انشالله من امروز چند تایشون رو براتون بررسی میکنم توی یه پخش زنده اینستاگرامی که میخوام امشب بذارم، امشب حالا اگه برق برای مشکل برق اینا برخورد نکنیم انشالله سعی میکنم ساعت 9:30 شب یه دونه پخش زنده اینستاگرام براتون بگذارم و تعداد از نمادها رو بشینیم با هم دیگه یه بررسی توی اون پخش زنده انشالله با هم داشته باشیم. خب پس فعلا اوضاعمون داره اوضاع خوبی میشه،
معاملاتمون هم بیشتر امروز بیشتر معاملات در شستا، فملی، فولاد، برکش، شپنا، سامان، نوری و مدیر، کرمان و خساپا معاملات خوبی امروز توشون انجام شده و عرض هم خدمتون الگو ساعتی هامون سپیدار، سیستم، گدنا، کخاک، کفرا، شتوکا، شفارس، دیوسفه، آبادا و کنور بودن. عرض هم خدمتون که دلار هنوز در همون کانال 25,000 تومان داریم، سکه 10,700,000 تومان. مقداری نسبت به دیروز هر دوتاشون خیلی کم افزایش قیمت داشتن. توی ارزهای دیجیتال هنوز همون حالت یکی دو روز گذشته را داریم و کاش رفرش رو نزده بودم، اصلا حواسم نیست، برق رفته و اینترنت من قطع شده. یه لحظه بذاریم من ببینم میتونم رو اینترنت موبایل بندازم اینا. خب خوشبختانه تونستیم با اینترنت موبایل بیاریم بالا. البته من نمیدونم چه جوریه اینترنت موبایلم، بعد از چند دقیقه، بعد از یه حدود نیم ساعتی قطع میشه، یعنی برق اینترنت های موبایل هم با مشکل مواجه هستش. در حال در این لحظه 34,393 دلار هست قیمت بیت کوین که نسبت به دیروز خیلی تغییر زیادی نداشته. از ریالی هم میبینید که امروز 865 میلیون قیمت هر بیت کوین، اتریوم 58.5، بیت کوین کش حدود 13 میلیون و عرض هم خدمتتون که داش 3,400,000، ترون 1,650 و تتر 25,194 تومان هستش. دوستانی یه مقدار انتقاد کردن نسبت به اینکه ما یکم ارزهای دیجیتال کمتر داریم بهش میپردازیم. خب یکی از دلایلش این بوده که دوستان در حال از حدود یک ماه پیش این حس رو من کرده بودم که بورس داره راه میفته و بیشتر تمرکزمون رو گذاشتیم روی بورس. البته ارزهای دیجیتال رو من مطمئن هستم که برای اواخر امسال یا که میشه بگیم بعد از سال جدید میلادی بتونیم یک تحول خوبی رو توشون ببینیم بر اساس الگوهای سالهای قبل. حالا انشالله اینا هم براتون تعیین میکنم، حرکت بیت کوین نسبت به سالهای قبلش با هم میبینیم و خب اونجا ما انتظار داریم که بیت کوین حتی بیاد تا حدود 100,000 هم بره، ولی یک مقداری بایستی صبر داشته باشین تا ببینیم این حمایت 30,000 رو چیکام خواب بکنه. واقعیتش ما خودمون در کمین هستیم، اگه اومد زیر 30,000 تا 24,500 دلار خرید بکنیم، یعنی خرید خوب بکنیم روی اون قیمت ها. ولی خب فعلا بازار نوسانی هستش، داره بالا پایین میره و دیگه در هر حال باید صبر کنیم ببینیم که چه اتفاقی برای این بازار هم خواهد افتاد. خب دوستان عزیز امروز شاخص کل 2% 2.1% مثبت بود، هم وزنم 1.3 و شاخص کل فرابورس هم که میبینید 0.7% مثبت بود. اینم نقشه پایانی که میبینید اغلب نمادها تونستن مثبت بشن، اونایی که معامله شدن به غیر از چند نمادی مثل برکت، دلغما، فرابورس، هپارسا، سغرب، اینایی که میبینید اینایی که توی منفی زیاد آخر کار معامله شدن، ولی معامله میشدن، بقیه تو مثبت زیاد، فملی، فولاد، کاوه، شستا و مدیر، شپتیس، پارسان، پترول، فارس. میبینید که وضعیت فلزات اساسی، پتروشیمی ها و اینجا چند رشته ای ها، فرآورده های نفتی ها امروز خوشبختانه تقریبا وضعیت خوبی را توشون مشاهده میکنیم، امیدوارم ادامه دار باشه. ممنونم که به این برنامه هم توجه کردید، انشاءالله سعی میکنیم امشب براتون یک برنامه پخش آنلاین هم توی اینستاگرام در نظر بگیرم. تا برنامه بعدی خدا نگهدار، منتظر نظرات خودتون هستم.